به نام خدا، درود و وقت شما بخیر. در این برنامه زبنا با من سمیع اللهنوری خوش آمدید. کاهش به پیشینه پول افغانی در مقابل دلار حالا نگرانی شهروندان را بیشتر ساخته است. یک دلار آمریکایی به بیش از 96 افغانی در بازار کشور تبادله میشه. با این حال دلیل عمده این موضوع چی خواهد بود؟ این موضوع چقدر میتواند بر اقتصاد کشور صدمه برساند و چی راهکاری میتواند جلو کاهش پول افغانی را در وضعیت کنید در مقابل دلار بگیرد و همچنان چی فرصت های برای ثبات پولی افغانستان وجود دارد؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم با آقای سیار قریشی، کارشناس مالی و اقتصادی که از لندن با ما وصل هستند، و همچنان دکتر صاحب علمخان همدر، استاد پنتون، که در اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی ممنون مهمانان از اینکه دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه حضور یافتند. دکتر صاحب، بحث بیاین از اینجا شروع کنیم. دلیل عمده کاهش ارز افغانی در مقابل اسعار خارجی، خصوصا دلار را در چی میبینید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام احترام خدا با بینندگان محترم تلویزیون آریانا پیش میکنیم و همچنان مهمان خوش آمدید میگیم. دلیلش ایست که در افغانستان بانک قبلا سیاست آکشن داشت، یعنی هر وقت که پول ضرورت داشت باز دلار را بازار عرضه میکرد و در مقابل دلار پول جمع میکرد. این دیگه یک سیاست بود که در 2008 و 2009 تقریبا در این وقت شروع شد، اما در اون سیاست در وقت ما هم مخالف از این سیاست بودیم، چرا که این سیاست از بیخ و بنیاد کشور را میکشه. تا بال اگر شما محاسبه دقیق ببینین از ارقام افغانستان بانک، 60 میلیارد دلار سر از این کار مصرف شده و او وقت 47 بوده، 45 بوده، اما حالا دیگه میبینی از 95 بلند شده، یعنی 60 میلیارد دلار ما شما ته در رفت. این چیز بود که مو وقت کسی که در راست دولت بودن یا در راست مسائل اقتصاد بودن، اگر تیم کاری اشرف غنی بوده و اگر تیم کاری جناب احمد کرزی بوده، بسیار تیم ضعیف بوده، کمتری بوده، نتوانسته که سیاست های بزرگ اقتصاد بزرگ افغانستان را طور درست طرح کنه. و در اون وقت ما گفتیم که امی دلار اکشن یک نهایت افزار بسیار موقت است، یعنی با یک سال، دو سال، سه سال بعد از دیگه است تا ما شما با افزار مالی طویل مدت بریم که در مارکت عرضه کنیم، مثلا باند ها را عرضه کنیم، مثلا سکوک عرضه کنیم. دیگه این چیزا مهم است که او یک کاغذ می باشه، در مقابل کاغذ خود پیسه را جمع میکنی، حال خود دلار را میفروشی، وقت پس صرف کاغذ در بازار عرضه میکردی و پول جمع میکردی. اما متاسفانه نشد دیگه، استا استا با مو عادت شدن و مافیا کلان کلان با وجود آمدن. حالا صرافای است که به میلیاردها دلار داره، اونا هر چیز در دست یازی هستن. حالا مثلا وقتی اکشن میشه و میره در مابین صرافا میگردن، قبل از قبل تمام دلار را میخرف و میده هر چیز دست کنترولی از دست مافیا هستن. اما فعلا اکشنی وجود نداره، اما گفته میشه که پول دلار را در افغانستان بانک لیلام نمیکنه. این چقدر نگران کننده است به نظر شما؟ آیا از سیاست دیگری باید استفاده شوه یا ایره ادامه بده؟ نگران کننده خب واقعیت است، چرا که بانک مرکزی پول نداشته باشه، خب هدف است که کلی افغانستان پول نداره. و وقتی که ما شما واردات بیشتر واردات داریم، واردات ما به دلار است، وقتی که ما شما دلار بانک مرکزی نداشته باشه، خب این بسیار قابل نگرانی است. و به فکر ما بانک مرکزی وزارت مالیه دی اقدام کنه، و اگر اینا صلاحیتی زیر ندارن، شورای از علی امارت اسلامی باید اقدام کنه. و اینطور مسائل است که شاید وزیر مالیه یا رئیس افغانستان بانک یا معاونینش نتوانه این تصمیم بگیره. ما از امارت اسلامی افغانستان میخواهیم که در اون مسائل خود دخیل کنه و دیگه خود نشینه و منتظر نباشه که دیگه بحران فاجعه بسیار خرابتر شوه و عمیقتر شوه. امیال به تصمیم میگیره، یه سیاست اقتصادی بزرگ است که دستی باید اینا تصمیم بگیره که آیا امیر روش دوام میتیم که دلار را پیدا میکنیم از هر جایی که شد و اینو میفروشیم، یا سیاست های دیگری که مثلا ما گفتیم باند است و سکوک است و
زیاد استفاده میکنه. دیگه به این وقت است که فکرم در شرایط فعلی از کدام سیاست باید استفاده شود که حداقل مؤثر تمام شود به خاطر ثبات ارضی افغانستان؟ خب فعلا خب اون پول اسعار اسعاری ما شما کلگی بند است، دلار و یورو همی بند است، دیگه مجبور نمی از سیاست سکوک و باند و یانا بینی ایشو شود و ازی باید استفاده شود. درست، تشکر به شما برمیگردم دکتر صاحب. آقای قریشی خیلی ممنون که در برنامه حضور یافتن. شما دلیل در چی میبینین؟ چرا پول افغانی در مقابل دلار زانو زده و کاهش بی پیشی نداشته؟ رحیم سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، بینندگان آریانا نیوز و مهمان گرامی شما در این بحث. من بحث از اینجا آغاز میکنم من حیث یک شخصی که من 7 سال در سکتور مالی و بانکداری افغانستان دخیل بودم که در رأس اتحادیه بانک ها هم بودم مدت 1.5 سال و رئیس عامل یکی از بانک های خصوصی بودم. متاسفانه ما در 20 سال اخیر که در او شورای اقتصادی در دوره آقای کرزی و آقای اشرف غنی وجود داشت نتانستیم که سیاست های عملی و منطقی از لحاظ مانیتری پالیسی و فیسکال پالیسی داشته باشیم و متاسفانه جرایم مالی یا فاینانشال کرایم که یک بود از او فساد و رشوت بود به حد اندازه بزرگ بود چون بانک مرکزی از آغاز یک سیستم را پیش گرفته بود که در مارکت دخالت میکرد نظر به تقاضا و عرضه و او ای بود که اونا از مبادله شناور یا فلوتینگ اکسچنج ریت استفاده میکردن. ما میخواهیم خدمت شما و بینندگان شما یک قسمت وضاحت بتم که معمولا در دنیا 3 نوع اساسی از رژیم های مبادله یا فارن اکسچنج ریت وجود داره که از او جمله مبادله شناور است، مبادله ثابت است و مبادله شناور ثابت است که متاسفانه بانک مرکزی افغانستان که البته از ابتدا استقلالیت خود نداشت و نظر به قانون اساسی ما که ماده 10 در او ذکر کرده که بانک مرکزی استقلالیت خود می داشت در او دخالت می کردن و از او خاطر افتوار ما در بین 20 الا 100 میلیون دلار ما در بازار ترزیق می کردیم، یعنی دلار جمع‌آوری میکردیم و افغانی را دوباره ما میفروختیم در مارکت و همین روند وجود داشت. دیگه ای که متاسفانه در قسمت تولیدات ما، صنعت ما، صادرات ما، در قسمت جذب سرمایه گذاری، در قسمت ایجاد اشتغالزایی کوچک، متوسط و بزرگ دولت هیچ اصلا پالیسی نداشت و فقط تمام ای کارهایی که صورت گرفته بود به شکل تقریبا 70% مصنوعی بود به این معنا که بودجه ملی ما شما 75% از طریق کمک های خارجی کمک می شد و تمویل می شد و از اون خاطر افغانستان یک مارکت دمپینگ یا مارکت که تمام اجناس ما شما در حدود 95% می آمد به او تشکیل شده بود و برای کاهش ارزش افغانی اینا نتونستن از بعض سیاست هایی که دولت های دیگه استفاده می کرد. مثلا ما همیشه بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا را راپورای سیاست پولیشان را تعقیب می کنم کمیال شما شاهد ازی هستین که تورم در اینجا در حدود 4.2% افزایش یافته که بر اساس بانک مرکزی انگلستان 2% بود هدفشان و در اروپا 4.1%، ولی اینا بسیار مکانیزم های عملی واقع بینانه را در دست گرفتن. البته ما نمیتونیم که وضع سیاسی افغانستان با اینجا مقایسه کنیم ولی بسیار سیاست های واقع بینانه در دست دارن. فلهازا دولت میتونست که از سیاست پولی سستر یا کاهش نرخ بهره استفاده کنه،
سیاست مالی سستر، یعنی به معنای کاهش مالیات و افزایش هزینه های دولت و فروش ذخایر ارزی در بازار و خرید ارزهای رقیب و چی طور میتونست که اینا بهبود ببخشند ارزش پولی را؟ دیگه ای که اینا میتونستند که واردات ما را کاهش بدن و صادرات ما را افزایش بدن، اما متاسفانه ما میبینیم که یک کسر بودجه، یک کسر تجارتی بزرگ هم در اینجا وجود داره. درست. و یک چیز دیگر که من میخوایم بر شما اشاره کنم پیش از اینکه صحبت های من قطع کنم ایست که ببینید در تمام دنیا اگر میرین، نه تا در کشورهای همجوار شما میرین، مانند پاکستان، هندوستان، اینجا شما میرین، چطور اینا پول خود اینا کنترل میکنن؟ با وجود از اینکه مثلا پاکستان رو ببینین، فرض مثال تقریبا پولش ارزشش از ما کده خرابتر است، با وجود که یک کشور بیشتر از 210 میلیون نفوس داره، امیال از خود تولیدات داره، صنعت داره، ولی اونا چی میکنن؟ اینا همیشه از بعض روندهای استفاده میکنن، مانند ممنوع ساختن استفاده از ارز داخل کشور، ممنوع ساختن ارز خارجی توسط مردم محلی، محدودیت ساختن مبادله ارز با مبادلات که صورت میگیره که مورد تایید دولت باشه، و محدودیت ساختن مقدار ارزی که ممکن است که وارد یا صادر شود. از این چیزها اینا استفاده میکنن. یعنی یک سیستم دفاعی وجود دارد در کشورهای دیگر؟ بله. چرا در افغانستان وجود نداره؟ حالا ارزش افغانی در مقابل ارزش ارز کشورهای منطقه ثابت باقی میمانه، اما در مقابل دلار همیشه کاهش یافته. به من چیزی که بسیار جالب ده است که استاد محترمم در بس ششتن من ایست یک کسی که من 17 سال است در سکتور مالی و اقتصادی دخیل هستم و کار میکنم و ایفای وظیفه میکنم، که حتی همین نرخ را که اینا میگن که یک دلار به 96 افغانی است، همین نرخ هم به نظر من کاذب است و من نمیفهمم که به کدام میکانیزم اینا ایره تعیین میکنن. شما ببینید وقتی که در حکومت ازبق اینا یک هفته آکشن نمیکردن، دفعتن قیمت افغانی در مقابل دلار 2-3 افغانی بالا میرفت. اینا از تاریخ 15 آگست که حکومت امارت اسلامی روی قدرت آمد تا اکنون صرف اینا یک آکشن کردن و او هم 10 میلیون که اصلا یک پول بسیار ناچیز بود. درست است؟ یک پول ناچیز بود و از او خاطر به نظر من فکر نکنم که ای اگر ما منطقی را اگر ما ارزیابی کنیم یا تا از 200 افغانی هم بالاتر است امروز. درست. به شما برمیگردم. تشکر. دکتر صاحب، آنچه که صحبت های آقای قریشی را شما شنیدین، نرخ که حالا فعلا از بازار سرای شاهزاده بیرون میشه و نرخ دلار در مقابل پول افغانی گفته میشه، میگن که کاذب است. آیا یک سیستم نرمال وجود نداره در بازار شاهزاده یا بازار ارزی افغانستان، یا چه عواملی بوده میتونه؟ خورشید، من موافق با خورشید صاحب هستم. حکومت متاسفانه توانستند که یک میکانیزم خوب را ایجاد کنند تا که مسائل تبادله ارز و تبادله ارز به افغانی و اسعار و نرخ‌ها را در کنترل خود داشته باشد. و قبلا ما گفتیم که زیاد بیشتر تعلق میگیره به بازار آزاد. بازار آزاد سرای شاهزاده که چیزی تعیین شد، اما دیگه اعلان میشه که این میگاپاس این نرخ است. و قبل لیکن در دنیا ببینید، دنیا طور نیست. دنیا بانک مرکزی، بانک های مرکزی دنیا سری بسیار تاثیر داره و اونا میکانیزم های بسیار روشن دارن و بسیار شفاف دارن و به این اساس این نرخ ها را باز نظر به عرضه و تقاضا ای تعیین میکنه. مثلا فعلا ما شما زیاد به پول ضرورت داریم، نقدینگی در بحران نقدینگی مبتلا هستیم. ببینیم که از بانک مرکزی نه افغانی ارزان میشه و نه دلار و نه اسعار، که خود به خود یک بحران اقتصادی را به وجود آورده. و اگر بانک مرکزی دلار نداشته باشه، در مقابلش میتونه که افغانی را باشار تادیه کنه و همچنان مصارف دیگر را تادیه کنه و پول را ریلیز کنه که در اقتصاد بیاد. وقتی که پول در اقتصاد آمد، خود به خود میچرخش پیدا میشه. باز همی خیر نرخ که شاید با بالا بره، اما میگه اگر ای یک ای با کمال بازار با دو افغانی باشه و تو دو افغانی داشته باشی، خب بازم قیمت است دیگه.
و اگر پول داشته باشی قیمت هم باشه قوت خرید مهم است که قوت خرید مردم تشویق شود ولی قوت خرید از بین میره وقتی قوت خرید از بین بره بعد از او عواقبش خرابتر از این است که ما شما امروز سرش بحث میکنیم که افغانی کمتر میشه و دلار بلندتر میره چرا که بعد از او با صنعت ها و تولید های ما فابریکای تولیدی ما شما و واحد های تولیدی ما شما سقوط میکنه که حال مو طرف روان است میبینین که شو جبار صافی گفت که رئیس اتحادیه کار فابریکاجات او گفت که در هرات و در کابل و در قندار و بسطها فابریکا بسته شده و چیزی که قوت خرید نیست و مهم دولت است که غیر از اینکه سر از این مانیتری پالیسی کار میکنه باید سر مسائل قوت خریدی مردم کار کنه و همچنان ببینه که در چقدر تقاضا بر پول است پول نقد است نمی تقاضا را یا گرگیر دیماند اینا باید طور دقیق ای را محاسبه کنه و بعد از او با این اساس پول عرضه کنه بازار وقتی که ما دیدیم که از ارزش ما خراب میشه باز او وقت میتونیم که یک رای بهتر و خوبتر و مناسبتر مثلا باند ما گفتیم اینا را ما حال شما رای را که پیشنهاد کردین و چیزایی که گفتین چرا بانک مرکزی افغانستان کنترل نمیکنه وضعیت آیا قادر به کنترل وضعیت نیست یا نمیخواد کنترل کنه چی موارد چی دلایلی را شما میبینین قرینه ها چرا میرسن این طور است که می کنترل باز آسان کار نیست این کنترل نیست که چند تا عسکر روان کنه می کار رو بکنه این یک پالیسی مدونه نمیخواد پالیسی مانیتری پالیسی و فیسکال پالیسی خصوصا مانیتری پالیسی را باید شما اینا باید زیاد کار کنه و این من حیث یک سند تقنینی روان کنه با کابینه و در کابینه شو وزیرا باید سر ازی تصمیم بگیره این کدام مسئله از چی نیست که یک نفر تصمیم بگیره و از مسئولیت خود میترسه رئیس بانک مرکزی میترسه وزیر مالیه میترسه ضرورت است که یک تیم کاری از متشکل از اقتصاد کسایی که اقتصاد میفهمند و متخصصین اقتصاد هستند یا را جور کنند و باز این مسئله به دستشان بتن که اونا یک پالیسی مانیتری پالیسی مدونه با نظر به ضروریات افغانستان و نظر به تقاضای افغانستان و نظر به شرایط عینی جور کنه و بعد زیر پیشنهاد کنه به ریاست الوزراء و ریاست الوزراء به هیچ تصمیم کلیدی و دستی بگیره و بعد زیر سرزی کار شوه در او وقت میتانیم که ما شما همی مسائل کنترل کنیم غیر ازی فعلا پیش بانک مرکزی نه پول داره زیاد که او عرضه کنه مسار نداره و همچنان همینطور کدام رای منطقیم نداره پالیسی مانوژی پالیسیم نداره در وقت اشرف غنی هم متاسفانه کدام مانوژی پالیسی درست نبوده و در وقت کرزه هم نبوده و از می دلیل بوده که میلیاردها دلار آمد و به صدها میلیارد دلار آمد از افغانستان پس بر آمد و هیچ پول آلی نمانده و این یک دلیلش سیاست خام امی حکومت های سابقه بوده که اونا نتوانستن مکرو اکنامیک پالیسیز را طور درست مطابق یعنی مطابق گراوند ریالیتیز یا چیزی که در منطقه است یا چیزی که در عمل است مطابق از او جور کنه و او در معرض اجرا قرار بده تا که بتانیم که ثبات پولی و اقتصادی به وجود بیاید حالا تأثیر تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی در مقابل افغانستان چقدر بر وضعیت این وضعیت تأثیر گذاشته مثلا منجمد بودن پول افغانستان در خارج از کشور حالا هیئتی از افغانستان رفته در دوحه با آمریکا قرار است مذاکره کنن امروز گفته میشه که مذاکره آغاز میشه دی اعضا رئیس افغانستان بانک هم و از سکتورهای اقتصادی هم وجود داره چقدر این بحث ها میتونه و این مذاکرات میتونه به خاطر آزاد ساختن پول افغانستان و خصوصا ثبات پولی افغانستان و شما آنچه که از شما تاکید داشتین رویش ثبات اقتصادی افغانستان بیانجامه از فکر کوم چې دا مذاکره کې چې شروع کیږي دا یو ښه مثبت قدم ده او امارت اسلامي باید ورو نور دغه انزوا حالت نووزي او نړیوالو سره خپل تعامل او اړیکې برابرې کړي او خصوصا په رسمیت پیژندنه ډیر مهم اساسي خبره ده
از موږ ډیر کارونه په رسمیت پیژندلو سره تړلې دي، لکه اوس موږ یو وخت د اشرف غنی په وخت کې یو فرانسوي کمپنۍ سره قرارداد و چې مرکزی بانک چې دومره افغانۍ به 100 میلیارد افغانۍ قرارداد شوی، لیکن هغه افغانۍ اوس موږ نشو راوړی. حتی درې میلیارد افغانۍ هلته زموږ تیاری چاپ دي ایښي دي خو هغه نشو راوړی. نو مهم دا ده چې اسلامي امارات دنیا سره تعامل وکړي او د خپل ډیپلوماسي قوي کړي، او ډیپلوماسي هغه وخت قوي کیږي چې کله نظریات د مختلفو خلکو وي. دا سیاست او ډیپلوماسي او د اقتصاد سره تړلې نه دنیا کې یو کس به په اقتصاد په سیاسي او بهرنۍ اړیکو پوهیږي، بلملي اړیکو به پوهیږي، لیکن په اقتصاد به بیا نه پوهیږي، په بلملي اقتصاد به نه پوهیږي. نو هغه له وزارت خارجه څخه، امیر خان متقید څخه، همداسې د راس حکومت کې څوک دي هغو څخه دا هیله لرو چې لږ د خپل ټیم قوي کړي او نور خلک پکې شامل کړي او نور خلکو هم څخه نظریات واخلي، نو بیا کولای شي چې مطلب یو ښه ډیپلوماسي ولرو، یو ښه حل لارې چارې ولرو. اوس دا ده چې مثلا ځي هلته څو کسان د اسلامي امارت په نمایندګي ځي، څنګ ته موږ اقتصادي فورمونه لرو، اقتصاد استادان لرو، بانکونه لرو، د بانکونو مشران لرو، د مالی ادارو چې حاصل چلوونکي دي هغه لرو. نو هغه هم که څه کسان په ټیم کې ځان سره دوی ونیسي او د هغو په مشورې سره دا کار وسي، نو حداقل دنیا به وګوري چې یو دلته تنها طالبانو اسلامي تحریک نه ده، بلکې ټول ملت دلته متره ده، ټول ملت په دغه حکومت کې شته. او د نړیوالو غوښتنه هم دغه ده چې د افغانستان ملت په دې حکومت کې باید انعکاس وي، حکومت کې باید موجود وي، نمایندګي وکړی شي. نو هغه خو چې ګوري چې ټول علما کرام دي، استادان نشته، اقتصاد پوهان نشته، د مالی ادارو څوک نشته، د نورو سکتور څخه خلک نشته، نو هغه وایي چې دا صرف ون مین شو ده، صرف د یو د طالبان اسلامي تحریک خلک پکې شته، نور نشته. نو هغه زما ورنه خواهش ده چې ورو ورو دغه ملت ځان سره راټول کړي، ملت ځان سره ونیسي، او دغه ملت ته چې دوی پی استوار دي او یو بل سره تړلي، دوی زموږ برخه دي، ملت د دوی برخه ده، او دوی په مجموع کې اقلیت دي، ملت اکثریت ده. نو د ملت څخه، ملتونو ملت څخه هر څوک چې سیاست پوهي، که تاجکي، که ازبکي، که هزارۍ، که دغه خلک اقتصاد پوهان راټول کړي او په دغو مسایلو کې دخیل کړي، نو کله چې ښه مشوره وي نو هغه کار ښه راځي. خب آلا به نظر شما برایند همین شست آیا به آزادسازی، حداقل آزادسازی چند فیصدی پول افغانستان خواهد انجامید؟ به نظر شما به فکر ما یک چیز خواهد شد که قبلا نمطور اشاره شده که شاید تا 2.5 میلیارد دلار اینا اعلا کنه، لیکن مکانیزم اینا میخواه گپ بزنه که به کدام مکانیزم چطور همی پول اعلا شد و پول در بانک ها بیاید. ما خو امیدوار هستیم که انشالله اگر همیشه چی نشد 30% انشالله پول آزاد میشه. تشکر. آقای قریشی، اگر بحث با شما جمع‌بندی کنیم، با جریان چنین وضعیت در دراز مدت با چی نگرانی های مردم افغانستان مواجه خواهد شد و یا چی فرصت های فعلا وجود داره که باید از او استفاده شد و تا همین چالش های پولی و ثبات پولی در افغانستان حداقل حل شود؟ در از مدت اگر می وضعیت جریان پیدا کنه دیگه حالت وخیم تر میشه از لحاظ اقتصادی. ما امروز می بینیم که از سکتور مالی ما در حدود 2 میلیارد دلار سپرده ها کاهش پیدا کرده و بانک ها صرف روزمره به شکل یک دوکان لباس فروشی یا مواد خوراکی تبدیل شده که همه پولای خود ازش میخواین بکشن و تورم امروز میبینین یا انفلیشن در افغانستان کمیال بلندتر از 12% رفته، نرخ ها دوچند شده و در پلوی ازی اعتماد مردم بالای سکتور مالی از بین رفته و ما فعلا به یک بحران اقتصادی و اجتماعی درگیر هستیم و حتی روانی درگیر هستیم و یک تعداد بیشتر از متشبثین در صدد ازیست که چی طور سرمایه های خود را از افغانستان بیرو بسازند، که البته باید گفت که وقتی که امارات اسلامی داخل کابل شدن و دولت گرفتن، اینا
متاسفانه یک میراث بانک مرکزی خالی را به دست گرفتن. ولی اگر اینا واقعا واقع بینانه منطقی و عملی سرش فکر کنن، از این فرصت دست نتن، بر اساس توافقات، بر اساس مقررات، بر اساس کنونشن هایی که ما با جامعه جهانی داریم و یا امضا کردیم، امیال افغانستان عضو ارگان های مختلف هستک، از قبیل WTO گرفته تا به بانک جهانی تا IMF تا APG و امثال ازی. و تا وقتی که دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشه، اینی چنین مشکلات ادامه خواهد داشت و این روز به روز بدتر میشه و حتی بالای ارزش افغانی، بالای تورم بیشتر توصیل میکنه و با دوباره رسمیت شناختن امارت اسلامی، این به نهایت در کوتاه مدت میتونه که دوباره امو پول هایی که سالانه برای ما کمک میشد و کمک های بانک جهانی، صندوق جهانی پول ملل متحد که بیشتر افغانستان را در 20 سال اخیر کمک کرده، میتونه دوباره این مشکلات امروزی را آسانتر بسازه، سهلتر بسازه و دوباره میتونه که در بین جامعه و در بین اقتصاد یک اعتماد با وجود بیاره و مردم یک احساس آرامش کنه از لحاظ روانی، تا اینا بتانند که دوباره کارهای خود را پیش ببرن و به شکل طویل المدت. بله، بس دوباره من میخواهم اشاره کنم که اینا امو تمرکز خود را بالای اقتصاد مالی باید فشار بتن که ما متاسفانه در 20 سال نتانستیم، به معنی ازی که ما باید است که از جلو چنین مشکلات در آینده باید است از ابزارهای مختلف باید است استفاده کنیم به خاطر کنترل افغانی در مقابل دگرس ها، از قبیل ابزار مالی که او میتونه که خیلی ممنون او میتونه که ابزار نقدینگی باشه، ابزار مشتقه و ابزارهای ارزی باشه. درست، تشکر بسیار زیاد. سیار قریشی، کارشناس مالی و اقتصادی که از لندن با ما وصل بودین، و ممنون شما دکتر علمخان همدرد، استاد پنتون. تشکر شما. و آل هم نرخ ارزها. نرخ طلا در بازار کشور. و ممنون همراهی شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.